جنرال اسکات ملر فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان به آمریکا بازگشت است. او روز گذشته در یک پایگاه هوایی آمریکا با استقبال وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور روبرو شد. رفتن جنرال ملر از افغانستان پایان نمادین جنگ آمریکا در افغانستان گفته می شود و در آخرین سخنانش از افزایش خشونت در کشور انتقاد کرده بود. در این جنگ بیش از 2400 سرباز آمریکایی کشته شدند و هزاران تن دیگر زخم برداشتند. در همین مورد بحث داریم و همچنان وضعیت امنیتی افغانستان به ویژه ولایت جوزجان با آقای بکتاش اشجی عضو مجلس نمایندگان و نماینده ولایت جوزجان. سلام، خوش آمدین به برنامه. سلام بر شما، سلام به بیننده‌های عزیز طلوع نیوز. ممنون شما. همزمان با خروج نیروهای آمریکایی که آقای ملر هم بازگشت به آمریکا، خب به گونه نمادین که قرار است دیگر حضور این نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان به پایان برسد، جنگ شدت خودش داره. به ویژه ما میخوایم از جوزجان بپرسیم که یک ولسوالی خود مرکز شهر دیگر باقی مانده، بر پسگیری مناطق دیگر اقدام شد، بر رفع تهدیدها کار در این ولایت صورت گرفت. جوزجان خود 10 ولسوالی داره که از 10 ولسوالی متاسفانه تا الحال 9 ولسوالی سقوط کرده، فقط یک ولسوالی خوجادکو و شهر خود شبرغان یا مرکز ولایت جوزجان باقی مانده و فعلا عملا جنگ در کمربند شهر که در تونکه در بین شاهرهای سرپل جوزجان است که دیروز تقریبا 6 کیلومتر باز هم نیروهای دولتی عقب نشینی کرد که متاسفانه نتونستند در اونجا تاب بیارن. در جنگ در جوزجان سالهای طولانی است که دوام داره، اما متاسفانه بعد از اعلام خروج و عملا خروج نیروهای آمریکایی پوشش هوایی کم شد و مدیریت جنگ هم حکومت درست رهبری نتانست. متاسفانه ولسوالی ها در شمال و در شمال شرق در مجموع افغانستان پی در پی سقوط کرد. البته یک تعداد ولسوالی های ما که در محاصره بود، ما هم علاقمند بودیم چون مردم ملکی تلف نشه، با حکومت هماهنگ بودیم که از اونجا باید عقب نشینی میکردن چون تلفات ملکی ما کم شوه و نظامی های ما تلف نشه و تجهیزات نظامی که ما در ولسوالی ها داشتیم باید اونا در مرکز انتقال میشد. یک دو ولسوالی ما به شکل تکتیکی البته که سقوط دولت خودشان عقب نشینی کرد، اما بقیه از اونا متاسفانه که با فشار یا با فشار طالبا سقوط کرد. در افغانستان البته که تنها در جوزجان جنگ نیست، ما میدانیم که در بیشتر از 20 ولایت ما جنگ جریان داره. حکومت افغانستان در گذشته دو تا اشتباهی را مرتکب شده. یک، ما سالهای طولانی کوشش کردیم که با دفاع فعال باشیم که دفاع فعال اصلا جذابیت بر ما نداشت و جذابیت بر مردم نداشت، بلکه من میدانم که قسما هم فشار جامعه بین المللی بود که دفاع فعال مورال نیروهای امنیتی ما را کم ساخت. بحث دوم، ما سالهای طولانی است که صلح میگیم، خصوصا بر دو سال گذشته ما آماده جنگ و جنگ ما فراموش کردیم. از او خاطر مورال نیروهای امنیتی ما بسیار زیاد کم شده و فعلا با شیوه یا مدیریت جنگ اگر کدام تغییرات در پالیسی اگر حکومت نبیاره، ما شاهد سقوط بیشتر از دیگه هم ولسوالی ها خواهد بودیم. اما فعلا ما امروزها دید و دیدهایی که با نیروهای امنیتی ما به خصوص ریاست عمومی امنیت داریم که اونها طرح و راهکارهایی را ایجاد کردن، مفروضه ها باید ایجاد شود که در ولایت جوزجان که اینا مؤثر خواهد بود. اما فعلا ولایت جوزجان شهر شبرغان در پدکای سقوط قرار داره. حکومت مرکزی یک توجه خاص نکنه، احتمال داره که امشب یا فردا شب شهر شبرغان هم سقوط خواهد کرد. بله، چون جوزجان، فاریاب و سرپل یکی به یک دیگرش وابسته هستند. ما شاید به تصرف در آمدن بیشتر ولسوالی های هم جوزجان هم فاریاب و سرپل بودیم به دست طالبان، اما اکنون که جنگ دیگر به مراکز شهرها رسیده، به ویژه به شهر شبرغان، حکومت چی باید بکنه؟ در قسمت نیرو کمبودات وجود دارد، تجهیزات و امکانات کم است که باید کار صورت بگیره، یا روحیه داده شود بر نیروهای امنیتی که اینا بتونن رفع تهدیدها بکنن؟ خب فعلا نیروهای امنیتی باید اما تقسیم وظایف خود بکنن. وزارت دفاع طبیعی فعلا که ما دیروز هم با وزیر دفاع تماس داشتیم، اونا با قماندانی قلوردو ارتباط گرفتن و به اونا هدایت دادن که در قسمت بهبود و وضعیت ولایت جوزجان اونا رسیدگی بکنن. اما فعلا قلوردوی 209 شاهین که در شمال افغانستان قرار داره، اونها فعلا آمادگی بسیار زیادی ندارن که بتانن در جوزجان کمک بکنن. ما یک لوای نمبر 2 که مرکز قرارگاه از در ولایت جوزجان هست، در اونجا بسیار پرسنل اندک داریم که اونا بتانن کمک بکنن. فعلا چون کابینه هم به این منوال تصمیم گرفته و شورای امنیت هم تصمیم گرفته، ریاست عمومی امنیت نسبت به سایر واحدهای امنیتی اونا بیشتر فعال شدن،
اونا مفروضه های امنیت در مرکز شهر در ولسوالی ها اونا که تقریبا یک دو سه هفته شده که اونا ایجاد کردن که فعلا برای یک مدت زمان کوتاه موثر است که اونا میتونن هم مردم صلاح بتن، هم تجهیز بکنن، هم برشان یک معاش برشان ماهوار بتن و هم در پالیزو اعاشه و زرت های از اینا ایجاد بکنن که مفروضه های امنیت در جوزجان و در سراسر افغانستان موثر خواهد بود. از اون خاطر ما شاید هفته پیش رو بودجه در پارلمان خواهد آمد و کابینه هم به این فیصله کرده تا پروژه های انکشافی که فعلا اجرا نشده یا که قسمت از اون اجرا شده اونا رو توقف بکنن و امکانات وجوه مالی که در پروژه های انکشافی اونا در پروژه های اختیاری در نظر گرفته شده بود اونا رو در واحد های امنیتی یا در سکتور امنیتی ما اونا رو انتقال بدن تا مدیریت جنگ خوبتر شود. اما فکر نمیکنین که از هر دو طرف دیگر آسیب خواهد رسانین؟ هم جنگ هر روزه آسیب میرسانه بر غیر نظامیان و همچنان نظامیان، و اگر این پروژه های توسعه دیگر عملی نشود تمام بودجهش بره و طرف نهادهای امنیتی، خب یک ضربه اقتصادی دیگر هم بر مردم وارد میشه. فکر میکنین مردم دیگر تاپ بیارن در هر بین هر دو مشکل؟ خب فعلا اولویت حکومت و اولویت مردم افغانستان حفظ نظام است. اگر حفظ نظام حفظ نشه بالاخره ما هم نیستیم، شما هم نیستیم، در مجموع ساختارهای حکومتی و دستاوردهای 20 سال ما از دست خاطر رفت. بنان ما هم موافقه میکنیم به این بار بر پارلمان که باید در سکتورهای امنیتی ما به خاطر ضرورت اگر داشته باشند در قسمت منابع خصوصا منابع مالی باید اونا تمویل شه و مدیریت جنگ باید تغییر بیارن. در اصل خب ما نظامی نیستم، ما میخوایم که در این مورد ما ابراز نظر بکنم. ما در 20 سال گذشته به یک ظرفیت های قابل ملاحظه ما اداره واحد های سکتور امنیتی ما کسب کردن. بله. اردوی ما یک اردوی منظم است با وصف که ضعف ها در مدیریت وجود داره. بله. و در گذشته هم وجود داشت، با هر هم یک اردوی منظم است. در هیچ دنیا اردوی منظم نمیتونه که جنگ چریکی رو پیش ببره. بنان باید در ساختار خب باید حفظ شوه، اما در قسمت مدیریت جنگ باید ما پالیسی ها رو تغییر بدیم. اردوی منظم نمیتونه که جنگ چریکی رو پیش ببرن، چون وقتی که با تانک میرین هدف هستین، کسی که با موتورسیکل سوار است. وقتی که شما با تانک میخواین حمله بکنین شما هدف ماین هستین. بالاخره باید مدیریت جنگ در خوبتر شود و خصوصا در اینجا ریاست عمومی امنیت ملی بیشتر فعال شوند و وزارت داخله پس تصمیم گرفته که پلیس محلی را باز دوباره ایجاد بکنند. در گذشته بود لغو شده بود که فعلا ضرورت است. در قسمت هم پارلمان با ایشان همکار خواهد بود، موافقه خواهد کردن، اما با جنگ ما از شهرها از شاراها باید در قریجات انتقال بتیم تا مردم ما نفس راحت بکشن. فعلا وضعیت بسیار زیاد نگران کننده است. پروژه اقتصادی البته که ضرورت هست، من نمیگم که ضرورت نیست. بله. اما حکومت باید یک مقطع کوتاه برای 3-4 ماه باید اینا رو توقف نکنم، چون یک تعداد زیاد از بنادر ما فعلا از کنترل حکومت خارج شده. عواید ملی ما تعهد وزارت مالیه داشت، فعلا چون وضعیت بحرانی شده جنگ شده و اونا عواید خود جمع کرده نمیتونن، تمویل پروژه های اختیاری فعلا بسیار مشکل شده. بنان ما اولویت بدیم برای پوشش نیروهای امنیتی ما از نقطه نظر منابع، و بعدا میشه که باز در آینده پروژه های انکشافی که فعلا قطع خواهد شد یا قطع شده اون داره میشه که در سال بعدی یا در بعد از وسط سال اگر وضعیت امنیتی ما خوب بود میشه که اونا رو دوباره سرشان کاراشان شروع بکنن. بله آقای جی، اما یک سوال که این منابع به شکل درست داشت آیا مصرف خواهد شد؟ آیا ما تغییر در مدیریت جنگ شاید خواهد بودیم؟ آیا این دامنه جنگ دیگر از شهرها کشانیده خواهد شد، رفت به طرف قریجات خواهد رفت؟ این پرسش کلان است نزد مردم. وقتی که ما افچی کودا را تغییر میتیم یا منابع را انتقال میتیم به نیروهای امنیتی، البته که ما از اونا طرح و برنامه هایشان را میشنویم. بله. تا حالا چون بودجه مستقیما در پارلمان نامده، رسما نامده، وقتی که آمد ما تعهدات از اونا را که چی کارها را عملی میکنن، در مدیریت جنگ چی نوع تغییر میارن و چطور میتونن که ولسوالی ها را بازپس بگیره و شهرها را امنیت بکنه و شهرها را از پرتگاه سقوط اونا نجات بده، ما طرح و برنامه های از اونا را میشنویم. وقتی که ما یک دو مجلس غیر رسمی که داشتیم با نیروهای امنیتی، طرحهایی که اونا گفتن و خصوصا امنیت ملی، اون طرحهای از اونا بر ما
قابل قبول بود. حال ما میخواییم که در عمل اینا ثابت بکنن که جنگ اونا میتونن مهار بکنن و ولایت و ولسوالی هایی که فعلا سقوط کرده اونا را بتونن دوباره حداقل یک تعداد زیاد از اونا که آسیب پذیر است به خاطر عواید ما، به خاطر که ولسوالی های بسیار کلان است خصوصا در شهرها اونا فعلا موقعیت داره، اونا را بگیرن. باز ما میتونیم که در عمل اونا را ببینیم. یعنی ما کمک پارلمان مشروط خواهد بود که درست. تا نیروهای امنیتی ما در مدیریت جنگ با یک سلسله تغییرات بیاره. درست. و اگر این دامنه جنگ از شهرها کشانیده نشه، به ویژه خیزش های مردمی هم که در حال حاضر شکل گرفتن، اینا به امکانات نیاز دارن، به اینکه حکومت حمایت بکنه تا اینا بتونن در برابر طالبان بیستن. ما میخوایم جوز جان مثال شده داشته باشیم که در اونجا وضعیت چگونه از قسمت خیزش های مردمی، چقدر امکانات دارن که اینا بر هم حفظ مناطق تاثیر گذار هستن و هم بر پسگیری مناطق در کنار نیروهای امنیتی. البته که در هر ولایت از خود یک مطابق تشکیلشان نیروهای امنیتی دارن، پلیس دارن، بلی. یا از قطعات امنیت ملی دارن و از اردو دارن، اما متاسفانه سالهای طولانی شده که تشکیل خود ادارات امنیتی ما تشکیلشان تقریبا بیشتر از 45% اونا خالی هستن که نتونستن جلب جذبشان بسیار کند بوده، نتونستن که اونا پرسنل جذب بکنن. فعلا در ولایت جوزجان خیزش های مردمی یا مفروضه های امنیت اگر فعال نباشن، ولایت یک ماه پیش سقوط میکرد. فعلا در مجموع فشار جنگ برای خیزش های مردمی هست که در اونجا عملا حضور دارن، که البته که ادارات امنیت و قماندانی امنیت و اردوی لوای نمبر دوی ما هم در اونجا هست و پوشش هوایی ما را خدا کم نکنه وزارت دفاع را پوشش امنیتی ما، پوشش هوایی ما یا حمایت هوایی ما فعلا همه روزه دوام داره. بدون پوشش هوایی هم امکان نداره که در شهر ما سقوط نکنه و بدون موجودیت خیزش های مردمی هم فعلا، چون در مجموع جنگ فشارش بر از اونا هست، ولایت ما سقوط خواهد کرد. حال ما از افغانستان، از وزارت دفاع خصوصا ما میخواییم که حداقل که ما دیروز هم با وزیر سیب دفاع در مجموع وکلای ولایت جوزجان بارشان صحبت داشتیم، حداقل یک توله از قطعات خاص بر جوزجان اونا باید ارسال بکنن تا بر نیروهای امنیتی ما مورال شوه و هم بر باشندگان و محکلین ما برشان مورال شوه که تا اونا تشویشان رفع شوه. و وزیر سیب دفاع بر ما وعده کردن که شاید روز شنبه یک قطعه از نیروهای عملیات‌های خاص بر جوزجان ارسال خواهد کردن که تا فعلا دامنه جنگ در نزدیک شهر رسیده، اونا را پس بتانن که پس دوباره در مناطقی که آمده بودن پس ارسال بکنن. تشکر، سپاس از این که حضور یافتین. خواهش میکنم. سلامت باشید.